بالاخره رسیدیم به ویدیوی اپیزود نهم دوره این لایتنت یعنی ویدیویی که قراره به یه مدل خاص از ارتباط بین مفاهیمی که تا امروز مطرح شد بپردازه و یه سیستم معاملاتی مشخص رو در اختیارتون قرار بده پس خودتون رو آماده کنید برای یه تغییر و تحول حسابی در نحوه استفاده از مفاهیم آی سی تی. سلام من امیر محمد پور هستم و شما هم در حال مشاهده ترید تاک هستید این ویدیو اپیزود نهم نه از مجموعه اینلایتنمنت محسوب میشه و قرار توی این ویدیو به شما نشون بدم که چجوری بین مفاهیم مختلف ارتباط برقرار کنید و یه سیستم معاملاتی مشخص رو به وجود بیارید پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید این ویدیو مثل بقیه ای ویدیوهای این قرار چند تا بخش داشته باشه در بخش اول مفاهیم مختلفی که تا امروز در این به اونا پرداختیم و دوره میکنیم در بخش دوم قرار مفاهیمی که من میخوام از اونا استفاده کنم برای مدل معاملاتی مورد نظرم انتخاب و در نهایت بخش سوم نحوه به کارگیری مفاهیم در کنار همدیگر رو بهتون توضیح ما تا امروز در رابطه با ساختار سشن ها، نقدینگی های مهم، پروفایل های روزانه و هفتگی، مدل های ورود، بایس و کلی از مفاهیم دیگه آی سی تی صحبت کردیم و من به تفصیل در رابطه با نحوه استفاده از این مفاهیم بهتون توضیح دادم. پس ما میدونیم این مفاهیم چی هستن و قرار چجوری ازشون استفاده کنیم. حالا اما قرار نیست ما از همه این مفاهیم داخل این سیستم معاملاتی مورد بحث من استفاده کنید در واقع من از این طریق میخوام بهتون نشون بدم که چجوری یه سری از این مفاهیم رو با هم ترکیب کنید و یه مدل قابل استفاده به وجود بیارید همونطوری که من توی اپیزود هشتم یعنی اپیزود تحلیل ملتی تایم فریم بهتون نشون دادم که چجوری از تایم فریم های مختلف در کنار هم استفاده کنید حالا میخوام بهتون نشون بدم که چجوری مفاهیم مختلف رو ترکیب کنید و یه سیستم معاملاتی مرکب و دقیق به وجود بیارید توی این بخش میخوام بهتون توضیح بدم که از چه مفاهیمی میخوام استفاده کنم و دلیل انتخابم چیه همونطوری که خودتون میدونید معمولا از یه اپروچ یا مدل سه مرحله ای برای خیلی از ورودهام استفاده میکنم یعنی در مرحله اول سعی میکنم باعث روزانه رو پیدا کنم پس باید از مفاهیمی استفاده کنم که میتونه به من باعث نسبتا دقیقی بده برای این کار میتونم فقط و فقط از مفهوم سوینگ های و سوینگ لو استفاده کنم قصدم هم از این کار اینه که بهتون نشون بدم شما در صورتی که درک مناسبی از ساده ترین مفاهیم هم داشته باشید میتونید از اونا توی لول و سطحی استفاده کنید که خیلی از مدعیان این بازار حتی به ذهنشون هم خطور نمیکنه در مرحله بعد باید از یه مفهوم مناسب برای تحلیل تایم فریم یک ساعته و 15 دقیقه استفاده کنم که برای این کار هم میتونم از مفاهیمی مثل ساختار، سشن ها و البته نقدینگی های مهم در تایم فریم پایین استفاده کنم در مرحله سوم میریم سراغ مدل های ورود که در رابطه با اونا خیلی کامل قبلا صحبت کردیم برای این سیستم معاملاتی من میخوام مدل 2022 رو به کار بگیرم من تو این بخش میخوام بهتون توضیح بدم از مفاهیمی که معرفی کردم چجوری قرار در کنار هم دیگه استفاده کنم پس با دقت به ادامه ویدیو توجه کنید چون من در واقع جدا از اینکه دارم یه سیستم معاملاتی بسیار کارا و سودده و بهتون معرفی میکنم در واقع دارم نحوه ساخت یه سیستم معاملاتی رو بهتون آموزش میدم حالا جدا از همه این توضیحات قرارمون این بود که من در مرحله اول یه بایس پیدا کنم برای این کار هم میخوام فقط از یک مفهوم ساده مثل سوینگ های و سوینگ لو استفاده کنم البته میخواستم اینم یادآوری کنم که این مدلی که الان در موردش میخوام حرف بزنم مثل خیلی از مفاهیم دیگه کاملا برداشت و استنباط شخصی بنده هست دقت کنید خیلی از مفاهیم دیگه نه همه مفاهیم دیگه حالا از این مرحله هم رد میشیم و برمیگردیم به اصل ماجرا من قرار بود یه بایس داشته باشم که فقط از مفهوم سوینگ های و سوینگ لو در پیدا کردنش استفاده بشه برای این کار میتونید این سوینگ های و این سوینگ لو اینجا رو در نظر بگیرید من به شما میگم که هر روزی که میخواید معامله کنید شما باید یک سوینگ های یا یک سوینگ لو قبلش ببین. بنابراین شما هر روز نمیتونید معامله کنید اما اگر سوینگ های دیدید و البته نیاز نیست که دوباره یادآوری کنم که یک سوینگ های در واقع یه پترن سکندلی محسوب میشه و هر زمانی که شما یک سوینگ های روی تایم فریم دیلی دیدید میتونید با یه سکندل چهارم و نزولی ارزیابی کنید یعنی چی؟ یعنی کندل چهارم بعد از شکل گرفتن این پترن سکندلی میتونه به سمت پایین حرکت کنه این معنیش این نیست که کندل چهارم لزوما منفی بسته میشه یا نزولی بسته میشه این معنیش اینه که توی کندل چهارم ما تمرکزمون روی رسیدن به نقدینگی های جهت فروش یا پایینه و به همین ترتیب اگر یک سوینگ لو دیدید میتونید باعث کندل چهارم و سعودی در نظر بگیریم و دوباره یادآوری میکنم که وقتی صحبت از باعث سعودی توی کندل چهارمه یعنی توی کندل روزانه چهارم ما دنبال رسیدن به اهداف بالا یا نقدینگی ها یا آرایه های سمت خرید یا بالا هستیم پس تا اینجا ما متوجه شدیم که بعضی از روزها میتونیم باعث داشته باشیم و این باعث قراره به ما کمک کنه که معامله کنیم پس به این ترتیب ما از مرحله اول عبور می کنیم. در مرحله دوم باید ساختار یک ساعته و 15 دقیقه رو در نظر بگیریم و همینطور کف و سخف های سشن ها و نقدینگی ها و آرایی های مهم رو در نظر داشته باشیم که بتونیم یه ارزیابی مناسب از رفتار احتمالی بازار توی تایم فریم پایین انجام بدیم. البته که شما با این مرحله توی ویدیوهای قبلی اینلایتنمنت و ویدیوهای تکمیلی ترید تاک آشنا شدید و من بیشتر از اون نیازی نمی بینم که الان بخوام در موردش صحبت کنم چون ما آردی در مورد این مسئله به تفصیل صحبت کردیم فقط نکته مهم اینه که ما قراره که از تایم فریم 15 دقیقه و یک ساعته برای ارزیابی حرکت احتمالی قیمت توی تایم فریم پایین استفاده کنید حالا که مرحله اول و دوم رو پشت سر گذاشتیم در مرحله سوم قرارمون این بود که برای ورود از مدل 2022 یعنی همراهی یک شیفت و یک FVG برای ورود روی تایم فریم یک دقیقه و پنج دقیقه استفاده کنیم و البته باز هم در مورد این مفهوم و این مسئله هم قبلا خیلی مفصل صحبت کردیم. بنابراین من توی این ویدیو نیازی نمی بینم برگردیم و همه مفاهیم گذشته رو دوباره ریویو کنیم من فقط میخوام بهتون نشون بدم چجوری میتونید از این مفاهیم در کنار هم دیگه استفاده کنید و یه سیستم معاملاتی سالیدو به وجود بیارید. در نهایت میخوام یه مثال بزنم که متوجه بشید دقیقا قرار چی کار کنید چون در اپیزود آخر یعنی اپیزود دهم این لایتنمنت قرار خیلی خیلی مفصل و مبسود در رابطه با مفاهیم اپیزود نهم نه مثال بزنم خب تو این بخش میخوام یه دونه مثال بزنم که دقیقا با روش کارمون آشنا بشید و بدونید که قرار ما از طریق این سیستم معاملاتی چجوری نمودار رو بررسی کنیم یا تحلیل کنیم و در واقع چه انتظاراتی از حرکت قیمت داشته باشیم این تنها سیستم معاملاتی ما نیست نبوده همونطوری که میدونید و نخواهد بود این صرفا یه مثال برای نشون دادن کارایی مفاهیمی که تا الان در موردشون صحبت کرد من میخوام از کنار هم قرار دادن ساده مفاهیم استفاده کنم که بهتون نشون بدم این سیستم تا چه حد میتونه کارایی داشته باشه البته که توی اپیزود دهم ده تعداد مثال های بیشتری رو بهتون نشون میدم که در واقع با این سیستم معاملاتی اون معاملات رو انجام میدیم و خب اونجا میایم برآورد میکنیم پتانسیل این سیستم معاملاتی رو خب ما برای انجام معاملمون قرار شد سه تا مرحله رو بگذرونیم یعنی چی یعنی قرار بود توی مرحله اول ما صرفا یه دونه بایس داشته باشیم در مرحله دوم روی تایم فریم 15 دقیقه و یک ساعته یه آنالیز مختصر داشته باشیم و در مرحله آخر دنبال ورودمون باشیم که قرار شد از ستاپ 2022 استفاده کنیم که حالا در واقع همون یه دونه شیفته به همراه افیجی پس در مرحله اول من دنبال اینم که ببینم میتونم روزی رو پیدا کنم که باعثش برای من قابل ارزیابی باشه از طریق مفاهیمی که مطرح کردم یا نه اینجا یه دونه کندل داریم که با مومنتوم حرکت کرده به سمت بالا کندل روزانه بعدی این کندله که در واقع باعث شده این سقف برای ما تبدیل به یه سوینگ های بشه همونجوری که میبینید اینجا یه سقف بالاتر از این سقف و این سقف پس اینجا ما یه سوینگ های داریم این یه پترن سکندلی بچه ها این کندل این کندل و این کندل در نهایت من در روز چهارم انتظار حرکت نزولی رو دارم پس باعث من توی روز چهارم یه باعث نزولیه این به این معنی نیست که کندل روز چهارم قرار یه کندل نزولی باشه یا نزولی بسته بشه این فقط به این معنیه که من توی روز چهارم یعنی بعد از گذشته این روز و این روز و این روز توی روز چهارم من دنبال انجام معاملات نزولی هستم پس باعث من توی روز 16 همه نوامبر در واقع یه باعث نزولیه من میرم روی تایم فریم یک ساعته تا بپردازیم به مرحله دوم مرحله اول شد باعث نزولی توی 16 نوامبر میریم سراغ مرحله دوم خب همونجوری که میبینید ما هنوز روز 16 نوامبر رو شروع نکردیم من میخوام اینجا از ریپلای مود استفاده کنم که ببینیم دقیقا چه اتفاقی توی روز 16 نوامبر میفته بچه ها این آسیاست آسیا اینجا تموم میشه یک کندل توی فرانکفورت به این صورت شکل می ارزیابی ما روی تایم فریم یک ساعته به این صورته که یه نقدینگی مهم توی این در واقع این سطح توی این لول قرار داره که علامت زدم با این خط قرمز که در واقع ایکوال هایز هست همینجا 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 یه سری نقدینگی این پشت قرار داره و نقدینگی بعدی که ما دائم در موردش صحبت میکنیم این نقدینگیه که نقدینگی سقف آسیاست و البته این نقدینگی پس نقدینگی های ما روی تایم فریم یک ساعته این سه تا لولیه که من مشخص کردم و در نهایت نقدینگی نزولی ما توی این ناحیه قرار داره پس تحلیل ما خیلی تحلیل ساده‌ای روی تایم فریم یک ساعته دنبال واکنش به این نقدینگی ها هستیم همونطور که میدونید من همیشه در مورد این صحبت میکنم که ما واکنش محور معامله میکنیم یعنی واکنش رو توی تایم فریم بالا میبینیم بعد دنبال همراه شدن با اون واکنش هستیم توی تایم فریم پایین تر بنابراین روی کندل یک ساعته یه همچین کندلی روی تایم فریم یک ساعته در واقع شکل میگیره این واکنش به این سطح آسیاست اینجا چیزی که داریم بر اساس مفاهیمی که توی این لایتنمنت مطرح کردیم یه بلاکه که بهش میگیم رپید ران پس برگشت الان قیمت اینجاست برگشت به این باکس میتونه به ما ورود بده حالا برای این کار میتونیم بریم سراغ تایم فریم پنج دقیقه یا یک دقیقه و منتظر بمونیم ببینیم آیا به ما ورودی میده یا نه میریم رو تایم فریم یک دقیقه من قرار منتظر بمونم برگردم به این ناحیه این ناحیه در واقع قرمز رنگ که ببینم آیا اینجا به من بر اساس اون ستاپ 2022 ورود میده یا نه برمیگردیم به این ناحیه چیزی که دنبال میکنیم اینه که ببینیم ستاپ 2022 اینجا به ما ورود میده یا نه اینجا شیفت نداریم در نهایت شیفت ما با اون تعریف ستاپ 2022 اینجاست که همونطوری که میدونید توی این حالت من همیشه از نظر من باید برگردیم به بالای این پنجاه درصد برای ورود پس میریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته هنوز به پنجاه درصد نرسیدیم هیچ نقدینگی رو نگرفتیم البته که شما میتونستید اینجا ورود بزنید ولی این ریسک این معامله زیاد میشد و البته که اگه اینجا ورود میزدید و استاپتون رو اینجا میذاشتید یه استاپ خیلی واید میداشتید که هفت پیپ توی تایم لندن از نظر من توجیهی نداره اتفاقی که در ادامه میفته اینه که توی تایم نیویورک حرکت سعودی ما شروع میشه ما منتظر رسیدن به این نقدینگی ها و واکنش به اونا هستیم یعنی این لول و این لول برمیگردیم روی تایم فریم یک ساعته پس اینجا به ما ورود نداد مادامی که اگر به ما ورودم میداد در نهایت ما اینجا احتمالاً فری میخوردیم و مشکل خاصی به وجود نمی اومد اگرم که اینجاها به ما شیفت میداد که مسلما ریواردهای کمی نداشت هر چند تارگت اصلیتون اینجا بود کف آسیا بود به هر حال شما توی این مسیر یه سری پارشل بعد انجام میدادید مثلا روی این لول که باعث میشد معامله شما در نهایت با ضرر بسته نشه یعنی نه تنها با ضرر بسته نشه بلکه شما در نهایت با سود معاملتون بسته بشه برمیگردیم رو تایم فریم یک ساعته من چون مبنای تحلیلم رو تایم فریم یک ساعته گذاشتم توی این روز کلا میخوام با همین سیستم برم جلو روی 15 دقیقه تحلیل نکردم هرچند شما میتونید هم از یک ساعته و هم از 15 دقیقه استفاده کنید در مورد این مدل ها قبلا خیلی مفصل توی ویدیوهای اینلایتنمنت و البته سایر ویدیوهای ترید صحبت کردیم میریم جلو اتفاقی که افتاد اینجا دوباره یک کندل یک ساعته شکل میگیره یه پین دوباره دقیقا با همین اپروچ اینجا به ما یه ناحیه ای رو ارائه میکنه که برگشت بهش میتونه به ما ورود بده برای نزول تارگت های نزولی من کجاست؟ کف نیویورک کف لندن و کف آسیا که قبلا علامت زدیم من این اینا رو با آبی نشون میدم بعد همون اول این کار رو میکردم که اشتباه کردم همون اول این کار رو انجام ندادم بر حال الان برگشت قیمت به این ناحیه این باکس قرمز رنگ میتونه برای ما در واقع یه موقعیت ورود فراهم کنه بچه این ساده ترین مدلیه که شما میتونید برداشت کنید یعنی شما یه دونه بایس از ساده ترین مفهوم استفاده کردیم برای پیدا کردن اون بایس و در نهایت یه تحلیل خیلی ساده روی یک ساعته و در نهایت یه مدل خیلی ساده برای ورود توی این ناحیه و توی این ناحیه اینجا که بهمون ورود نداد ببینیم اینجا بهمون به ورود میده روی تایم فریم یک دقیقه یا نه اینجا کندل ساعت در واقع ده تا 11 بسته میشه اتفاقی که میافته ما اینجا وارد این ناحیه میشیم وارد این ناحیه در واقع قرمز رنگ میشیم اینجا میتونه به ما ورود بده مادامی که اینجا یه دونه نقدینگی گرفته من منتظرم ببینم آیا به من شیفت میده که در واقع اینجا به من این شیفت رو داد من زوم میکنم اینجا به من این شیفت رو میده و اینجا هم یه دونه اف بی جی به من میده ورود من توی این FPG قرار میگیره استاپ من یک و هشت هم مثل همیشه نیم پیپش اضافه میکنیم پنج پیپت تارگت من کجاست اولین تارگت نزولی من کف نیویورک کف لندن دومین تارگت و کف آسیا سومین تارگت من من اینو میذارم روی اولین تارگت آردی وارد معامله شدم نگاه میکنم ببینم سرنوشت این معامله به چه صورت رقم میخورم بچه اینجا ساعت دوازده جاییه که شما معاملتون رو میبندید بنابراین معامله شما توی این لول بسته شد. اینجا اگر معاملتون رو میبستید با 13 ممیز 96 صدوم حدودا 14 تا ریوارد معامله شما بسته میشد این پتانسیل این سیستم معاملاتی و این قرار نیست تنها مثال ما باشه. توی اپیزود نهم نه در واقع مبانی این سیستم معاملاتی رو مطرح کردیم توی اپیزود دهم ده قرار یه سری مثال بزنیم توضیحات بیشتری بدیم در مورد پتانسیل این سیستم معاملاتی باهاتون بیشتر صحبت کنم. اما مفاهیم اولی این سیستم معاملاتی رو توی این اپیزود مطرح کردم امیدوارم مطالبی که عنوان شد مفید واقع بشه در نیابد حال پخت هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام تا ویدیوی بعدی فعلا